سلام مجدد هموطنان گرامی، بخش اول برنامه هست. طوری که پیشتر هم یادآور شدم، موضوع بحث امروز ما در رابطه به خواب هست. مهمان این هفته سلامت خانم ناهید جعفری، مشاور صحت روان، در برنامه با ما هستن و در رابطه به این که خود خواب چه هست، اضرار کمخوابی چه میتونه باشه و چگونه ما میتونیم یک خواب راحت داشته باشیم صحبت خواهیم کرد. خانم جعفری سلام، خوش آمدین به برنامه. شما رو خوش آمدید میگم، وقت شما بخیر، خسته نباشه. عرض و سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران عزیز شما و بیننده های عزیز. امیدوارم که روز خوب و خوش سفری کرده باشید. بسیار تشکر خانم جعفری. در ابتدای برنامه هستیم، موضوع برنامه ما هم در رابطه به خواب هست. چه خوب هست که در ابتدا یک تعریف داشته باشیم از خود خواب، که خواب چه هست و به کدام حالت بدنی انسان گفته میشه. شما خیلی قشنگ در مورد خواب صحبت کردیم و گفتیم که یکی از نیازهای اساسی بدن انسان هست. دقیقا همون رقمه. یکی از نیازهای اساسی بدن انسان خواب هسته و حالتیه که در او فرد هوشیاری رو به کمترین حد ممکن میرسه، ادراک حسی رو به حالت تعلیق در میایه و عضلاتی که به اراده خود آدم هستن در هنگام خواب غیر فعال میشه و توهمات میایه جای تصاویر واقعی رو میگیره. این حالتی از خوابه که ما در شب رو تجربه میکنیم. بله، خب خانم جعفری صحبت بکنیم در رابطه به این که خود خواب به چند نوعه و چه مراحلی از خواب برای یک انسان وجود داره. خواب دو نوع داره. ما خواب NREM داریم و خواب REM داریم، یا میگن Non-REM. خواب Non-REM یا NREM خواب آرام هم گفته میشه. در این خواب عمیقی هست که کل بدن به خوابه، کاملا آرام. ولی در خواب REM یا REM خواب فعال هم بری گفته میشه یا نابل روال هم گفته میشه بری. این خواب مغز فعاله مثل حالت بیداری و بدن به صورت نیمه فلج قرار داره و حتی چیزی بین خواب و بیداری، دقیقاً چیزی شبیه خواب بیداری، اما بدن انسان کلن به حالت فلج قرار داره. بعضی ها گفتن کلن، بعضی ها هم گفتن نیمه فلج. یعنی این حالت هسته. و اگر بیاییم بریم سراغ مراحل خواب، خود خواب 5 مرحله داره. مرحله اولی خواب خفیف و سبکیه که ما اول تجربه میکنیم. اگر ما به این حالت بیدار بشیم اصلا فکر میکنیم من خواب نبودم، که میگیم من خواب تجربه نکردم، میتونیم بگیم یک چرت سبک. دقیقا. و در اینجی هست که ما یک سری رویاهایی میبینیم، یا حتی مثلا بعضی وقتا در خواب میبینیم که از یک جای میفتین و فورا بیدار میشین، یک تکان میخورین، و یا یکی میای ما رو صدا میکنه و چشماخ باز میکنه میگه نه من خواب نبودم. ولی در اصل مرحله اول خواب داشتین تجربه میکردین که 5 تا 10 دقیقه طول میکشه. مرحله دوم خواب که در این مرحله بدن به حالت دیگه میره، یعنی ضربان قلب کم میشه، دمای بدن کمتر میشه و سطح هوشیاری به اندازه کمی کاهش پیدا میکنه. مدت 20 دقیقه طول میکشه و ما وارد مرحله دیگه از خواب میشیم که مرحله سوم هسته. این مرحله عمیق میگن، مرحله عمیق خواب میگن، که در اینجی هم در این مرحله هم ضربان قلب کمه، تنفس کاهش پیدا میکنه سرعتی و هوشیاری تا حدی کمتر میشه. و در اینجی هست که ما گاهی داخل خواب صحبت میکنیم ولی اصلا به یاد نمیاد، متوجه نمیشیم. فردایی که برای ما میگن دیشب داخل خواب مثلا صحبت میکردی، من بودم؟ نه، این رقم چیزی نبوده. و یاد ما اصلا نمی آید. و چون که تمام عضلات در این هنگام خواب هستن و هیچ چیزی به اراده ما نیه، امکان داره قلب بزنه، امکان داره لگد بزنه، ولی اصلا متوجه نشه. یعنی این حالتیه که مغز کاملا در خواب هسته و هیچ چیزی متوجه نمیشه. بعد
در اینجی زمانی که ما خواب ببینیم اصلا فردای بیاد نمیاریم. و مرحله چهارم مرحله عمیق‌ترین مرحله خواب هسته، مرحله که سطح هوشیاری تا حدی که جا داره پایین میایه، یعنی یک چیزی نزدیک به مرگ میشه، این حالت میشه. و در اینجور حتی اگر مار با صدای بلند هم فریاد بزنن شاید ما متوجه نشیم و بیدار نشیم و تغییری در ما به وجود نیاید، و یا اینکه اگر مار به زور دیگه بخوام ور کنن که سر جا خوب بشینین گیج و منگین، هیچ چیزی متوجه نمیشه، هوشیاری کاملی ندارین و دل مامایی که دوباره مثلا خواب بشین. چهار مرحله ای که گفتین جزء نوع اول میشد، یعنی NREM میشد. و یک مرحله دیگه که به اسم REM مرحله پنجم هسته که به اسم خود نوعیت دوم خواب یاد میشه، REM. این مرحله مرحله عمیق خواب هسته اما با یک سری تفاوت ها. تفاوتی با مراحل دیگه خواب اینه که مغز در اینجا کاملا بیداره، مثل حالت بیداری. حتی بعضی از دانشمندان وقتی تحقیق کردن گفتن چیزی شبیه به بیداریه، فعالیت های مغز چیزی شبیه به بیداریه، یعنی فرق چندانی با حالت بیداری ما نداره. اما بدن ما، فعالیت های بدن ما به حالت نیمه فلج و یا حتی بعضی ها گفتن کاملا فلج قرار داره. یعنی ما هیچ عکس العملی انجام داده نمیتونیم، یعنی مغز بیدار ولی بدن خوابه. بله، با اندک تغییراتی که در بدنم میایه، مثلا ضربان قلب تندتر میشه، تنفس تندتر میشه و فعالیت مغز و هوشیاری هم بالا میره. این تفاوت هایی هست که در خواب NREM و REM وجود داره. در خواب REM هورمون رشد خیلی بیشتر ترشح میشه. حتی اگر شنیده باشین میگن کودکان خیلی به خواب زیادی نیاز دارن. دقیقاً بله، تا 10 ساعت گفته شده باید بخوابن. دقیقاً به خاطر همی هست که گفته میشه بیشتر از عمر خور در خواب سپری کنن تا اینکه هورمون رشد به صورت درستی و ترشح بشه و رشد خوبی داشته باشن. خواب REM میتونیم بگیم که یکی از مهمترین بخشای خواب هسته. در این قسمت سرتونین کمتر ترشح میشه و کسایی که افسرده هستن میتونن بیشتر به این خواب تجربه بکنن و کمتر به خواب عمیق برن، چون که افسرده ها سطح پایین سرتونین دارن. هورمون سرتونین هورمون سرخوشی هست که حالت آدم به حالت سرخوشی نگه میداره. و یک چیز جالب دیگه در قسمت REM، اگر شنیده باشین میگن سیاهی زر کرد طرفه، و یا بختک اگر شنیده باشین، دقیقا بختک یا سیاهی زر کردن و یا استراحه علمی یا فلج خواب در همه مرحله REM رخ میده. یعنی زمانی که فرد به صورت یک باره به خاطر کابوسی که دیده، به خاطر ترسی که از خواب داشته یا هر دلیلی که ترس رو تجربه کرده بیدار میشه، چون بدن یا به حالت فلج قرار داره، اودم هم که ما و شما بحث کردیم، بله، بدن کاملا فلج یا نیمه فلجه، تا بیای حالت عادی خودخور بگیره بدن طول میکشه، مدت چند دقیقه طول میکشه. او زمانی که فرد حالت ترس رو تجربه میکنه، چون تنفس هم حالت سریع داره و ضربان قلب هم همون رقم، تا بیایم پس به حالت عادی برگردن یک کم زمان میبره. این زمانیه که فرد فکر میکنه او سیاهی زر کرده، یک چیزی به گلویر گرفته، یا بعضی ها میگن رو سینه ما حتی مثلا یک چیزی نشسته هسته و ما نمیتونیم نفس بکشیم. و این دقیقا در این حالت خواب رخ میده که همچین عوارضی احساس میکنن افراد. خب بسیار نکات خیلی خوب و جالب رو اشاره کردین، مخصوصا همین سیاهی. گاهی وقتا به چیزای ماهوارطبیعی ایر مربوط میکنن، میگن که شاید به اون خاطر بوده. خب چه خوب شد که فهمیدیم به خاطر همون حالت REM خواب هست. خانم جعفری، در دنیای زندگی میکنیم که دنیای مصروفیت ها، دنیای کارها، دنیای تکنولوژی هست. از ما با ما توضیح بدین یا صحبت بکنین با ما در رابطه به اضرار کمخوابی یا بیخوابی که چه ضررهایی میتونه برای انسان داشته باشه در این دنیایی که حالا کمخوابی زیاد هست، چون میتونیم بگیم تکنولوژی ها پیشرفت کرده، مصروفیت ها زیادتر شده.
تمام اسرار خاور ما شاید نتونیم بگین، اما چیزهای مهمی که وجود داره و خیلی رو زندگی ما ها میتونه نقش داشته باشه میتونین در مورد از اونا بحث کنیم. مثلا اسرار روانی که داره میتونیم بگین که افسردگی شدت میبخشه. یعنی شخص اگر افسرده هم نباشه حالتی رو تئوری میکنه که به سمت افسردگی سوق بده، بیخوابی باعث این چیز بشه و کلا خلق و خور در طول روز عوض میکنه بیخوابی. یعنی یک فردی که خواب به اندازه ای نداشته باشه یا به میزان کافی خواب نشده باشه یا حتی بریده بریده خواب شده باشه باعث این میشه که فردا مغزی خسته باشه. مغز خسته فعالیتی کرده نمیتونه. دقیقا. برداشتی یادگیری صورت نمیگیره توسط مغز خسته. برداشت های درستی نمیتونه از روابط یا حرف های دیگه را داشته باشن. پس ببینید چی ضررهایی میتونه اگر ما بیایم اینا رو موشکافی بکنیم چی ضررهایی میتونه داشته باشه. یعنی روی روابط عاطفی شاید تاثیر بگذاره، روی روابط اجتماعی شاید تاثیر حالا غیر قابل جبرانی بگذاره و میتونه روی خود آدم از همه بیشتر تأثیر بگذاره. ما میتونیم بگیم اینا تأثیرات روانی هستن که خواب میتونه به بار بیاره. و تأثیرات جسمی گفته شده که بعضی از بیماری ها شدت پیدا میکنن و یا حتی ما به طرف بعضی از بیماری ها میریم با کمخوابی یا بیخوابی. مثلا گفته شده دیابت نوع دو بیشتر میشه اگر نیه به سمتی میرین، اگر هسته شدت پیدا میکنه. محققین قلب و ریه و خون کشورهای خارجی گفتن که بیخوابی باعث میشه که سکته های قلبی بیشتر بشه و قلب و ریه ما در حالت خوبی به سر نبره. یعنی ضعیفتر از حد نرمال قرار بگیره. یک چیزی که برای ما خانم ها خیلی مهم هسته پوست ما هست، زیبایی هست. دقیقاً. خواب باعث این میشه که غذای کافی به پوست نرسه. البته بیخوابی باعث این میشه که غذای کافی به پوست نرسه. او استراحتی که نیاز داره پوست به او نرسه. و وقتی که نرسه مطمئناً خب وقتی که همون رقمی که آدم ها برای این آب و غذا نرسه دقیقاً در دروز تلف میشن، خب پوست هم همین رقم. بله دقیقاً. انساجی و تلف میشه. و یک تحقیقی که انجام دادن و برام خیلی جالب بود بین دو گروه از نرس ها انجام دادن و بعضی از نرس ها به مدت 5 ساعت آمدن برین خواب تجویز کردن و بعضی عده دیگه از نرس ها گفتن شما برین 8 ساعت بخوابین و برین اینا نگفتن که مثلا آزمایشیه. و وقتی که آمدن چک کردن دیدن او نرس هایی که 5 ساعت میخوابن در طول روز خیلی اشتهای زیادی دارن. چرا؟ چون مغز ناخسته به اندازه کافی خواب نشده. خستگی های مغز کی گرفته میشد؟ زمانی که ما به خواب عمیق داشته باشیم. یعنی خواب به صورت کامل عمیق نبوده که مغز ناخستگی خستگی رو برطرف بشه. و وقتی که خستگی برطرف نشده به طرف اشتهای زیادتر میره. و اونایی که 8 ساعت خوابیده بودن، اون نرسایی که 8 ساعت خوابیده بودن، خیلی در طول روز خوب بودن و اشتهای کاذب یا احساس گرسنگی زیادی نمی کردن. و این باعث شد که بفهمن خود بیخوابی باعث افزایش وزن میشه. وزن بالا میبره و اختلالات جسمی دیگه مثل پرخاشگری، عصبانیت، افسردگی، پرخاشگری و میتونین بگین فشار خون بالا و میتونین بگین خیلی از موضوعات روانی دیگه که هم میتونه روی زندگی خود ما هم روابط ما تاثیر بگذاره به بار میاره. دقیقاً. یک موضوع در رابطه به سکته قلبی گفتین، من یادم از سکته مغزی اومد، یک مطلب بود من خواندم، شاید دوستای عزیز در خود بسته معلوماتی هم شنیده باشن، یک طرفدار فوتبال در جام جهانی فکر کنم اگر اشتباه نکنم 2014 به دلیل ای که خیلی علاقمند و طرفدار فوتبال بود 2 شب نخوابیده بود اصلا کلا و فردایش بعد از 2 شب که تقریبا 2 شبانه روز میشه 48 ساعت
فوت کرده بود. محققان گفتن که این به خاطر سکته مغزیه و گفته میشه که دلیلش کمخوابی بوده. کمخوابی بیش از حد میتونه که منجر به سکته مغزی بشه. و چه خوب هست دوستان عزیز ما هم این موضوع رو هموطنان گرامی ما مد نظر داشته باشن. خواب یکی از عوامل اساسی صحتمندی در یک شخص میباشه. خب هموطنان گرامی در قسمت از برنامه میریم یک وقفه کوتاه میبینیم. در ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود. همچنان موضوعات مهمتری وجود داره برای بحث در مورد خواب، مخصوصا ای که چگونه ما میتونیم یک خواب با کیفیت و خوب را داشته باشیم. شما را به ادامه برنامه خوش آمدید میگم. هموطنان گرامی همچنان در خدمت شما هستیم. در قسمت اول برنامه صحبت هایی کردیم در مورد اینکه خود خواب چه هستند و اینکه انواع و مراحل خواب چه هست و خواب چگونه به وجود میآید. و همچنان همراه با مهمان برنامه خانم ناید جعفری مشاور صحت روان با شما هستیم و در رابطه به اینکه خواب چه مراحل دیگری میتونه داشته باشه یا چه موضوعات دیگری در مورد خواب هست صحبت هایی خواهیم داشت. خانم جعفری، میخوایم در این قسمت از شما پرسان بکنم این که خود خواب چقدر میتونه روی حافظه یک انسان تاثیرگذار باشه؟ دوست دارم ایر با یک تحقیقی که انجام شده توضیح بدم. دانشمندان آمریکایی آمدن روی دو دسته از موش‌ها آزمایشی انجام دادن. دسته اول خواب نار نامنظم کردن و بریده بریده کردن تا بیخواب بشن و دسته دوم خواب نار به صورت نرمال و منظم گذاشتن که باشه و بعد از یک مدتی به این نتیجه رسیدن که موش‌هایی که خواب نار بریده و نامنظم شده بود، یعنی با بیخوابی مواجه شده بودن، یک سری چیزا رو فراموش میکنن، به راحتی به یاد نمیارن. مثلا اونا رو با اشیایی که قبلا آشنایی داشتن مواجه کردن و خیلی دیر اونا رو به یاد آوردن یا حتی مثلا شاید به یاد نیاوردن اصلا. دقیقا به این نتیجه رسیدن که انسان ها با مواجه شدن با بیخوابی صدمه خیلی جدی روی حافظه خو میزنن و باعث این میشه که یک سری چیزایی که قبلا خیلی براحتی اونا رو به یاد می آوردن دیگه براحتی به یاد نیارن. البته باید اینجا گفته بشه که یک زمانایی هست که ما به صورت عادی بعضی چیزا رو فراموش میکنیم، بعضی نام‌ها یاد ما میره، بعضی اشیا یاد ما میره، این کاملا عادیه. ولی زمانی که ما بیخوابی تجربه بکنیم به صورت غیر عادی یاد ما میره. مثلا شاید صحبت بکنین یک دفعه کلام ما یاد میبره و یا قبلا آدرس خونه یک نفر رو بلد بودم ولی حال دیگه بلد نیو، مغز ما یاری نمیکنه. دقیقاً. که و میتونه به خاطر نبود تمرکز یا توجه صورت بگیره. خب خانم ناهید، اگر صحبتی هم داشته باشیم در رابطه به این که حالا چه عواملی سبب این بیخوابی ها در نزد یک فرد میشه؟ عوامل بیخوابی میتونه به صورت جسمی یا روانی بیان بشه. شاید مثلا من یک دردی در بدن خود خود احساس بکنم خواب نرم و شاید هم استرس ها و استراب هایی که در طول روز در طی زندگی خود خود تجربه کردم اونا باعث این بشن که من بیخواب باشم و گاهی هم تکنولوژی میتونه باعث بیخوابی فرد بشه و هورمون خواب کاهش بده و ما رو به طرف بیخوابی سوق بده. چون که خود تکنولوژی وقتی که ما به سمتی رو میرین و تماشا میکنین یک چیزی مثلا در صفحه موبایل خود خود، نور همون روی چشما ما اثر داره و تا 10 دقیقه او هسته و زمانی که ما از وقت خواب خسرف نگاه کردن همون مانیتور میشین یا صفحه گوشی یا حتی تلویزیون، ای باعث میشه که اولی که وقت خواب ما گرفته میشه، دومی که آسیبی به چشم ها ما میخوره و اون نوری که به چشم ما به مدت 10 دقیقه ذخیره میشه باعث این میشه که
خواب ما رو عقب بندازه. و وقتی ما میریم به بستر خواب توقعی داریم که فورا مثلا به سمت مرحله اول دوم سوم خواب بریم، ولی این رقم نیه، چون که وقت خواب ما تغییر کرده و گفته شده که خواب باید یک زمان مشخصی داشته باشه که در همون زمان حداقل حالا با یک نیم ساعت تفاوت و اینا ما به سمت همون زمان خواب خود خوب بریم. و اگر این دیرتر بشه امکان داره که ما مراحل مختلفی از خواب نتونیم تجربه بکنیم. و زمانی که ما نتونیم مراحل مختلفی از خواب تجربه بکنیم مطمئنا نمیتونیم مغز آرامی داشته باشه. بله، متاسفانه موضوعی که بسیار زیاد فعلا در انواع خانواده ها در افراد مشاهده میشه اینو تکنولوژی هست، تلویزیون ها هست، موبایل ها هست، چون عصر تکنولوژی هست متاسفانه تا 11-12 شب خانواده نشسته هستن تلویزیون نگاه میکنن و اطفال کوچک هم با اونها همراه نشسته هستن که بیخوابی طبعا خیلی میتونه اثر زیاد برای اطفال داشته باشه و همچنان صفحه نمایش های موبایل. یک موضوعی هست خانم جعفری، من چند وقت پیش یک مطالعه داشتم، خب طبیعی هست که ذهن با همو حالت تاریک شدن شب هورمون را ترشح میکنه، هورمون خواب را. خب طبیعی است اگر ما تا 12-1 شب 2 شب بخوایم که بیدار بمانیم و نور گوشی یا صفحه تلویزیون همواره باشه، این همون روشنایی سبب میشه که هورمون ترشح نشه و ما هم به خواب نریم. و متاسفانه این امروزه عادی شده در جامعه ما، تا 1 بجه 2 بجه 3 بجه شب نشسته هستن، مخصوصا جوانان که گوشی اعتیاد شده برایشان. متاسفانه بر علاوه ای که به ذهن و حافظه ما ضرر میرسانه، حتی گفته شده که اشعه های موبایل خیلی میتونه بر قلب انسان مضر باشه. حتی گفته شده که نباید موبایل وقتی در طول روز یا شب صحبت میکنیم یا زندگی خود را پیش میبریم، وقتی میخوابیم نباید همون موبایل یا تلویزیون ما به پیش ما باشه یا در هم اتاقی که هستیم باشه. پس چه خوب است که هموطنان گرامی ما این موضوع رو هم مد نظر داشته باشن تا جایی که امکان داره. درست است عصر تکنولوژی هست و کار ما با همین تکنولوژی ها هست، ولی کوشش بکنیم که اگر ضرورت نیست یک کار او را انجام ندیم و از تکنولوژی تا حد امکان دور باشیم. موضوع بعدی که اینجا میخوایم مطرح بکنم، بعضی از اشخاص هستند که در خواب به اصطلاح عام خورخور میکنن و همچنین مشکلات وجود داره. دلیل این موارد چی میتونه باشه؟ چون بر علاوه ای که به خود دارن آسیب میزنن، به کسانی که هم خواب هستن هم میتونه به نحو یک بیخوابی ایجاد بکنه. دقیقاً، و باعث خود ما متوجه نیم، ولی شاید باعث اذیت طرف مقابل ما یا اطرافیان ما بشه. خورخور کردن یا شاید اصطلاح دیگه خور و پف باشه، دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. مثلا آناتومی بدن خود شخص، یعنی طوری باشه که ساختار گلویی و عضلات گلویی و دهنی و متورم باشه و این خودی رو باعث میشه که وقتی که هوا وارد دهان میشه و مجرای هوایی میشه به سختی داخل بشه موقع خواب، چون عضلات شل میشن و زمانی که عضلات شل بشن و عضلات خود گلوی فرد هم متورم باشه، باعث این میشه که به سختی هوا داخل بشه. وقتی هم که داخل میشه باعث لرزش میشه. همین لرزش یک صدای بد تولید میکنه که میتونه همون خورخور باشه. و یا بعضی مصرف بعضی از مواد مخدر مثل الکل، سیگار کشیدن، سیگار و خیلی مواد مخدره دیگه که باعث شل شدن عضله گلو میشه. زمانی که ما خواب میشین عضلات بدن معمولا شل میشن، به استثنایی هم نداره و عضله گلو هم از این هم مستثنانیه. عضله گلو هم در هنگام خواب شل میشه، عضله گلو، زبان، دهان شل میشن. و زمانی که اینا شل میشن هوا اگر به میزان عادی باشه به صورت عادی مرور میکنه، ولی زمانی که طرف الکل مصرف الکل بالایی داشته باشه باعث این میشه که شل شدگی بیشتر بشه و این خودی رو باز باعث تولید صدای بد و ناخوشایند میشه. وزن بالا یا افزایش وزن هم میتونه تأثیری روی خورخور کردن داشته باشه. وضعیت خواب طرف میتونه تأثیر داشته باشه، یعنی اگر به پشت بخوابه
طرف و یا بالشتی و بالاتر از گردن یا قرار داشته باشه، باز همون مجراهای هوایی بند میشن و همی خروپوف ها و صداهای نا به وجود میایه و حتی میتونه محرومیت از خواب هم باعث خروپوف بشه. مثلا وقتی که من شب گذشته کم خوابیدم، امشب بیام مثلا خواب باشم، امکان داره که چون عضلاتم خسته هستن، عضلات گلو، وقتی امشب ما بخوابم بیشتر شل میشن و این خودی باعث میشه که یک صداهای تولید بشه. در برنامه‌های پیشتر از سلامت در فصل اول برنامه، اگر دوستان عزیز ما بیننده بوده باشن، ما یک برنامه داشتیم در رابطه به ادنوید یا البته ادنوید یا همو لوزه سوم و فکر میکنم که لوزه سوم هم در خروپوف کردن افراد تاثیرگذار هست، چون گفته میشه در زمان خواب بله همو لوزه گلو هم بالا میه یا شل میشه به نحوی همونطور که شما گفتین و باعث میشه که خروپوف دقیقاً سرماخوردگی هم میتونه یکی از دلیل های باشه و یا بند بودن بینی، بعضی از حساسیت ها و سرماخوردگی هم میتونه یکی از دلیل های باشه که باعث خروپوف در افراد. خب هر جنبه از زندگی ما خانم جعفری نیاز به یک حد میانه یا تعادل داره، یعنی هر کاری که میکنیم باید در همو حالت وسط یا تعادل قرار داشته باشه. میزان خواب برای یک فرد بالغ، برای یک نوجوان، برای یک کهنسال، برای یک برای طفل و اطفال چقدر هست اگر توضیح داشته باشیم؟ چون بعضی ها کمتر از حد میخوابن، بعضی ها پرخوابی دارن یا بیشتر از حد میخوابن. خواب زیاد هم خوب نیه و خواب کم هم خوب نیه، حد متوسط. و بنیاد ملی خواب یا NSF آمدن یک در طول 24 ساعت آمدن یک ساعت تعیین کردن در افراد در طبقه های مختلفی تعیین کردن در طبقه های مختلف سنی تعیین کردن و گفتن که بهتر همه غذر خواب داشته باشن ما و اقذر خواب باعث سلامت بهتری میشه در ما. مثلا در نوزادان گفتن که یعنی نوزاد یعنی بین 0 تا 3 ماهگی یعنی از زمانی که به دنیا میای تا 3 ماهگی گفتن بهتره که 14 تا 17 ساعت در شبانه روز ای خواب بشه. اگر یاد بیننده های عزیز باشه، چند لحظه پیش در مورد ای که هورمون رشد در کودکان دقیقاً در خواب REM ترشح میشه، بیشترین ترشحی همون موقع هسته و 80% کودکان در خواب REM هستن همین زمانه که هورمون رشد هم ترشح میشه و هرچی که خواب نا میزانی و دقیق تر باشه، به اندازه تر باشه، رشد کودکان بیشتر هسته. کودکانی بین 4 تا 11 ماهه گفته شده که 12 تا 15 ساعت بهتره که خواب داشته باشن در شبانه روز. دقیقاً کودکان نوپا 1 تا 2 ساله گفته شده که 11 تا 14 ساعت در شبانه روز باید خواب تجربه بکنن و کودکان ابتدایی یعنی 6 تا 13 ساله بهتره که 9 تا 11 ساعت در شبانه روز خواب بشن. نوجوانان یعنی بین 14 تا 17 بهتره که 8 تا 10 ساعت خواب دقیقاً در شبانه روز داشته باشن و جوانان و بزرگسالان یعنی جوانان بین 18 تا 25 و بزرگسالان بین 26 تا 64 بهتره که 7 تا 9 ساعت خواب تجربه شبانه روز داشته باشن. دقیقاً و بیشتر از 64 ساله و کهنسالان میشن تقریبا دیگه کهنسالان بهتره که 7 تا 8 ساعت خواب تجربه بکنن. این میزانی هسته که بنیاد ملی خواب بر ما تعیین کرده و گفت روی آزمایش‌های روی افراد انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که سلامت ما در این ساعات میتونیم نظر به سنای خود تجربه بکنیم. خب مطمئن هستم سوالی که همه منتظرشان هستن، مخصوصا بیخواب ها، کسایی که بیخواب هستن، این هست که چه راهکاری وجود داره که بتونیم خواب بشیم یا خواب با کیفیت و راحتی داشته باشیم؟ خواب راحت و با کیفیت میتونیم بگیم در هر فرد
حالا شاید فرق بکنه. خب یکی مثلا میگم در هنگام خواب دوست داره مثلا قبل از خواب یک سری چیزا رو انجام بده که خواب بهتری داشته باشه، مخصوصا مطالعه کردن. دقیقاً. ولی به صورت کلی اگر بیایم بگیم غذای خوب، رژیم غذایی خوب و ورزش کردن خیلی تاثیر خوبی میتونه داشته باشه روی خواب خوب. جایی که ما خواب میشیم، یعنی توشکی که دقیقاً آرام باشه، محل استراحت و توشکی که زیر پا خوب پهن میکنین، اگر طوری باشه که من با او احساس راحتی میکنم و بالشی که زیر سر خوب میذارم با او احساس راحتی میکنم، خواب من راحت تره. زمانی که از ظهر میگذره خیلی بهتره که موادی که کافئین دارن کمتر مصرف بشه، چون خود کافئین هم خواب کم میکنه و باعث بیخوابی میشه در فرد. و گفته شده که حالا قهوه‌ای هست، شکلاتی هست، شکلاتی که کافئین داره استفاده نشه، از بعد از ظهر به این طرف خیلی بهتر هست. و زمانی که نزدیک به وقت خواب خود خمیشین، اگر بعضی حرکات ریلکسیشن رو انجام بدین خیلی خوبه. مثلا افرادی که استرس های زیاد تجربه میکنن و استراب های زیاد پشت سر گذاشتن، حالا چند ماه میشه طرف تحت شرایط بدی بوده و استرس و استراب خیلی زیاد تجربه کرده، خیلی خوبه که حرکات ریلکسیشن انجام بدن. یکی از اون حرکات میتونه دم و بازدم باشه. ما خیلی توصیه میکنیم برای مراجعین که این کار رو انجام بدن و واقعا هم جواب میده. زمانی که چند دقیقه قبل از خواب این کار رو انجام بدن، این حرکات رو انجام بدن، باعث میشه که خواب بهتری داشته باشه. و حتی قبل از خواب 10 دقیقه قبل از خواب، 15 دقیقه قبل از خواب بهتره که تلویزیون نگاه کردن و نگاه کردن به صفحه گوشی ترک کنن و این کار رو انجام ندن، چون همون نوری که گفته شد قبلا که باعث وارد شدن به چشم میشه و تا 10 دقیقه آثار از اون باقیه در داخل چشم، این باعث میشه که خواب ما عقب بیفته و خودیو باعث این میشه که خواب راحتی ما نداشته باشین، تجربه نکنین خواب راحت. خواب راحت هم یعنی که من 5 مرحله خواب خودخور به درستی طی بکنم و بتونم از 5 مرحله بهره خوبی رو بگیرم و بتونم به او آرامشی که جسم من لازم داره به او برسم. خانم جعفری، وقت ما هم تمام هست، در اخیر اگر کوتاه پیشنهادی داشته باشیم برای هموطنهای گرامی ما، برای بیننده هایی که ما را همین لحظه میبینن، چه میتونه باشه؟ اگر خواسته باشم پیشنهاد که شاید نه، ولی یک دوستانه یک چیزی رو عرض بکنم، هم به خود خو هم به همه، خیلی خوب میشه که در این هیاهوی زندگی برای افراد حس خوب تحفه بدین. این حس خوب میتونه هر چیزی باشه، یک لبخند، یک تعریف، یک دیدن زحماتی که فرد به خاطر آراسته کردن خود خود کشیده، و یا خیلی چیزهایی که در ظاهر فرد وجود داره در باطنی وجود داره. دوستی دارم که خیلی زمانی که میری پیش از او تعریف میکنه از آدم. خود تعریف کردن باعث این میشه که افراد شادتر بشن و حس خوبی داشته. پس خیلی خوبه که این حسای خوبه، این حال خوبه، با همی اندک کارا به دیگرا تحفه بده. چه یک پیام زیبای خانم جعفری. امیدوار هستم که بیننده های عزیز ما این پیام دریافت کرده باشن. پایان برنامه امروز هست. ممنون از این که به برنامه امروز ما تشریف آوردین. چه گفته های خوب و پیام های زیبایی، هم گفته هایتان در مورد خواب و همچنان پیام زیبایی که داشتین. امیدوار هستم که هموطنان گرامی ما هم از این برنامه استفاده مفید را کرده باشن. من یک پیشنهاد برای بیننده های گرامی دارم، این که مطالعه کردن، کتاب خواندن قبل از خواب به جای استفاده از گوشی و استفاده از تلویزیون میتونه بهترین درمان برای بیخوابی باشه. امیدوار هستم که همه تان خواب خوب و سالم و با کیفیتی داشته باشین. تا یک برنامه دیگر که در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند بی نیاز میسپارم. خداوند یار و یاورتان.